تیوی. بحث جستار امروز ما مسائلی که مربوط به خاورمیانه میشه و آنچه که بین پیوند دو ملت مردمان اسرائیل و ایران هست. از یک طرف ما با خروج آمریکا از افغانستان روبرو هستیم، بعد از 9/11 که آمدند و دو برجی که در نیویورک بود و زمین زدند و 19 نفر موفق شدند اسلامگرایان این کار رو به انجام برسونند و آنچه که پیامد آن بود، بوش پسر آمد و به افغانستان حمله کرد و در 2003 به عراق. برنامه بود که بتونن این کشورها رو دموکراتیزه بکنن، ولی میبینیم که نه فقط مسائل رو به دنبال داشت که بعد از 20 سال در حال حاضر خروج آمریکا از افغانستان به آنچه که میخواستن نیز هنوز نرسیدن. از طرف دیگه با دولت بنت، لاپید و عباس روبرو هستیم که یک دولت ائتلافی اسلامگرا و پشتیبان اسلامگرایی و اخوان المسلمین هستش. از طرف دیگه در اصل آنان که اعراب اسرائیلی که دارای 10 تا 12 تا کرسی در مجلس هستند، به دنبال آن هستند که بتونن این مسئله رو به گونه دیگر مطرح بکنن و بگن که بله، این اولین دولت پسا صهیونیست هستش و اولین دولت اسرائیل و فلسطینی هست. بحث سوم مربوط به جستار امروز گروه های نیابتی هست و اینی که تا چند روزت اسرائیل در قبال آنچه که تروریسم جهاد اسلامی و آنچه که حماس خوانده میشه بر این هستش که بتونه با آن مقابله بکنه، از باد کنک های تروریستی و انفجاری گرفته تا پهپادها و همسویی که داره با دولت بایدن در قبال تروریستی که در عراق در سوریه میگذره و اینی که به چه گونه بتونه از راه دریا، زمین و هوا با سپاه تروریستی قدس مقابله بکنه. آنچه که در روزهای اخیر ما شاهدش بودیم، دولت لاپید، بنت و عباس بر این بود که به عنوان وزیر امور خارجه جناب آمدند، جناب لاپید به عنوان وزیر امور خارجه بحثی رو مطرح کردن و این بحث مربوط به آن می شد که